سلام، به چهارمین جلسه سلسله درس‌های مقاومت مدنی می‌رسیم. اگر خاطرتون باشه در جلسه اول به ابتدایی‌ترین سوالات در این خصوص پاسخ دادیم، بعد به لزوم برنامه‌ریزی و تعاریف اهداف استراتژی و تاکتیک و نحوه برنامه‌ریزی استراتژیک در درس دوم پرداختیم و از درس سوم به سراغ چکلیست برنامه ریزی برای مقاومت مدنی اومدیم و سه اصل اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مقاومت مدنی و مبارزات بیخشونت رو مطرح کردیم که در جلسه سوم بحث اتحاد رو بهش پرداختیم و وارد قسمت برنامه ریزی شدیم. مسئله لیست کردن تاکتیک های تهاجمی و دفاعی رو بررسی کردیم و در جلسه چهارم مجدداً به سراغ چکلیست برنامه ریزی میریم و مباحث رو پی میگیریم. اگر خاطرتون باشه در چکلیست مقاومت مدنی بحث اتحاد رو انجام دادیم و در جلسه گذشته سوال این که آیا مقاومت مدنی برنامه اجرایی برای پیروزی دارد رو تحویل کردیم به 5 سوال. 2 سوال یعنی آیا کارهای تاکتیکی تهاجمی طراحی و تنظیم شده و کارهای تاکتیکی دفاعی هم طراحی و تنظیم شده رو جلسه گذشته پرداختیم و در این جلسه به ادامه بحث میرسیم. آیا جنبش فهرست کامل تاکتیک هایش رو مبتنی بر ریسک به صورت اجرا یا توقف و ترکیب تمرکز یا عدم تمرکز تهیه کرده؟ این به این معنی است که ما بعضی تاکتیک هامون برای یک فعالیتی رو انجام دادن، بعضی تاکتیک هامون برای نکردن یک کاری است. باید بدونیم چه کارهایی به صورت ایجابی است، مثلا به خیابون میریم یا تحسن میکنیم یا نامه پخش میکنیم، و چه کارهایی عدم همکاری است، چه کارهایی مثلا مثل اعتصاب نرفتن به سر کاره. تمرکز و عدم تمرکز به این معنی است که چه کارهایی از مرکزیت گفته میشه، از رهبری جنبش، و چه کارهایی با خط عمومی داده میشه در نقاط مختلف به ابتکار افراد صورت میگیره. سوال بعدی این است که آیا تاکتیک ها آگاهانه در یک استراتژی منسجم مرتب شدن؟ در واقع آنچه که طراحی میکنیم باید در چهارچوب استراتژی کلانمون سنجیده بشه. ببینیم اگر هدفمون مثلا رسیدن به انتخابات آزاده، کارهایی که در دستور میگذاریم در خدمتون قرار دارند یا نه. و سوال آخر در خصوص برنامه ریزی این است که آیا اولویت بندی کارهای تاکتیکی در چارچوب استراتژی کلان بر اساس ایجاد دوراهی های باخت باخت برای دیکتاتور به عمل آمده یا نه؟ به خصوص این محور مهمه، چرا که در شرایط خفقان طراحی اکسیون‌های باخت باخت اهمیت داره. کارهایی که حکومت چه سرکوب بکنه چه نکنه، چه مقابله بکنه چه نکنه، در هر دو سو بازنده باشه، راهکار درستی است که ما رو به هدف میرسونه. لیست کامل تاکتیک ها رو در جلسات آینده پی خواهیم گرفت و در اونجا دنبال میکنیم که چگونه میشه در یک برنامه ریزی تاکتیک های مختلف رو جای داد. قبل از اینکه به سراغ مورد لهستان بریم که میخوایم بهش بپردازیم، سوال خیلی خوب یکی از شرکت کنندگان در این درس ها رو مطرح بکنم در این جلسه چهارم، و اون این که به درستی این شرکت کننده سوال کرده بود که آیا مسئله
مقاومت مدنی فقط در جاهایی که قانونمند حد اقلی از قوه قضاییه و عدالت قضایی هست، مثل هند، مثل امریکا و غیره کار میکنه، و یا در نظامهایی مثل جمهوری اسلامی که هیچ قاعده‌ای رو نداره، هیچ مرزی رو نداره، هم میشه از این روش استفاده کرد. توضیحاً باید گفت که تاکتیک های مقاومت مدنی در کشورهایی کار کرده مثل آرژانتین، مثل شیلی، مثل لهستان که بسیار خشن بودن، بسیار حکومت ها وحشی بودن، به مراتب وحشیتر و خشنتر از جمهوری اسلامی، و شاید هیچ قاعده و قانونی نداشتند، مثل آرژانتین که مخالفین رو سربنیست میکردن، حتی زحمت دستگیری به خودشون نمیدادن و چندین هزار نفر مفقود شده بودن، یا مثل شیلی که در فاز اول کودتا پینوشه چند هزار نفر رو کشت، ده ها هزار نفر رو زندانی کرد، یا لهستانی که زیر چکمه ارتش سرخ و کمونیست ها استبداد و خفقانی به مراتب سختتر از جمهوری اسلامی رو تجربه میکرد. با این توضیح باید عرض کنم که هنر مقاومت مدنی این است که به سراغ اکسیون های باختی برای حکومت میره که خودش در ابتدا کمک خواهد کرد فضا باز بشه، اندکی امکان تبلیغ باشه، بعد اون وقت بسیاری تاکتیک ها قابل اجرا میشه. به سراغ مثال لهستان میرویم. شرایط مناسب آغاز اعتصاب بود. قبل از 6 صبح شروع به پخش اعلامیه‌ها کردیم. چون هر لحظه امکان دستگیری بود، طبیعتاً من می‌ترسیدم. کارگران کشتی سازی لنین در گدانسک به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها و اخراج یکی از کارگران محبوب بسیار خشمگین بودند. ولی تنها معدودی می‌دانستند که اعتصاب آنها را در مقابل جبر کامل دولت کمونیست لهستان قرار خواهد داد. مردم شروع به فریاد کردند. درها را باز کنید. اینجا فهمیدیم که باید برای آرام کردن مردم سرود ملی را بخوانیم، زیرا نباید اشتباه سال 1970 را تکرار می‌کردیم، سالی که به خیابان‌ها رفتیم و تانک‌ها از روی مردم عبور کردند. همه در لهستان رویدادهای 1970 را به یاد دارند. اعتصابیون پس از خروج از کشتی سازی به طرف مرکز حزب کمونیست به راه افتادند. آن روز 6 تن کشته و 300 نفر مجروح شدند و کارگران با تجربه بیهوده رویارویی با نیروهای مسلح آشنا گردند. یکی از آنها یک مکانیک برق 27 ساله به نام لف والسا بود که به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌ای در 1976 اخراج شد، ولی اکنون برای ایجاد اعتصاب بازگشته بود. در طول این 10 سال از 1970، زمانی که من در کشتی سازی سمت رهبری داشتم، در این باره که در کجا اشتباه کردیم و اگر دوباره فرصتی دست داد چطور عمل خواهیم کرد خیلی فکر کردم. ولی ساک محبوب همه و در کشتی سازی شناخته شده بود، اعلام داشت که ما دست به اشغال کارخانه خواهیم زد و من بعد از همه خارج خواهم شد. اعتصاب به دور از خشونت خواهد بود و دولت بهانه‌ای برای تیراندازی نخواهد داشت.
کمیته اعتصاب یک قهوه خانه را مقر کار خود قرار داد و قرار شد علی‌رغم تلاش دولت برای سانسور، آلینا پینکوفسکا پرستار کارخانه خبر اعتصاب را تلفنی به کمیته دفاع از کارگران در ورشو و سپس به رادیوی اروپای آزاد و بی بی سی برساند. با این خبر تلفنی جهان می توانست از ما مطلع شود و نه تنها جهان بلکه بستگان هم خبر می افتند که چرا شوهران و برادران و پسرانشان طبق معمول به خانه نرفته بودند. همچنین مردم گدانسک هم وادار به سازماندهی خود می شدند. صبح جمعه اعتصاب گسترده تر شد. شرکت های نقلیه عمومی، بندر و 22 کارخانه نیز به اعتصاب پیوسته بودند. 50,000 کارگر در جمع. دولت از بیم گسترش اعتصاب به سایر نقاط خطوط تلفن را با بقیه لهستان قطع کرده بود، ولی دیگر دیر شده بود. مردم سراسر لهستان از اعتصاب گدانسک آگاه شده بود. در قهوه خانه کمیته اعتصاب لیست خواسته هایشان و اعلامیه های کارگران اعتصابی را با پشتکار آماده می کردند. در صدر فهرست اتحادیه های آزاد و مستقل و حق اعتصاب ذکر شده بود. خواسته های بی سابقه ای که رژیم کمونیست بدون شک با آن مخالفت می ورزید. روز شنبه مدیران کشتی سازی با دریافت دستوراتی از افراد بلند پایه حزب کمونیست آماده مذاکره بودند. مدیران به استثنای شرط اتحادیه‌های آزاد دستمزد بالا و شرایط کاری بهتر پیشنهاد کردند و کمیته که توسط مدیران از اعضای حزب کمونیست پر شده بود شرایط را پذیرفت و کارگران به خانه‌های خود بازگشتند. با دیدن هزاران کارگر اعتصابی دیگر، آنا والنتینوویچ، یکی از کارگران کشتی سازی، به نمایندگان هشدار داد. این توافق به معنای رها کردن دیگر کارگران اعتصابی است. پس تکلیف آنهایی که از ما حمایت کردن چه می شود؟ کارگران 40 کارخانه و مردم. من احساس شرمساری و ناامیدی می کردم. چه کار باید می کردیم؟ آلینا پینکوفسکا پرستار کشتیرانی به سوی درب خروجی رفت تا جلوی خروج کارگران را بگیرد و گروهی برای شنیدن حرفهای او به دورش جمع شدند. اگر ما به راستی خواستار اتحادیه‌های آزاد و تأثیر در مدیریت بودیم، باید با دیگران اتحاد و همبستگی می داشتیم و تنها راهش ادامه اعتصابات بود. هزاران تن به خانه هایشان رفتند، ولی چند صد تن که توسط آلینا متقاعد شده بودند برای زنده نگاه داشتن اعتصاب شب را باقی ماندند. آن شب آنان دست به یک تصمیم سرنوشت ساز زدند، مبنی بر تشکیل یک کمیته اعتصابی کارخانه ای که معرف تمامی کارگران لهستان بود. این کمیته نیروی آنها را هزار بار بزرگتر و زمینه یک قدرت ملی را که در لهستان کمونیست بی سابقه بود فراهم می ساخت. صبح یک شنبه کارگران در محبته داخلی یک گرد همایی مذهبی به راه انداختند. هزاران تن از مردم شهر نیز در بیرون گرد آمده بود. نرده‌های ورودی پر از گل‌ها و پیام‌های حمایت مردم و تصویری از پاپ اعظم بود که لهستانی است. یک نمایش غیر منتظره از حمایت همگانی از اعتصاب. من هرگز انتظار چنین عکس‌العملی را از جانب اهالی گدانسک نداشتم و این جرأت و انرژی بسیاری به من داد، زیرا دریافتم که ما احتمالاً توانایی دستیابی به پیروزی را داریم. کمیته اعتصابی کارخانه ها
یک اعلامیه 21 شرطی صادر کرد که کارگران دیگر شهرها را نیز در بر می‌گرفت. یکی از آنها یک کارگر 27 ساله تراکتورسازی نزدیک ورشو بود به نام زبگنیف بایک. ما ناگهان از اعتصاب گدانسک خبردار شدیم. بعد از خواندن 21 شرط مثل این بود که بازوی خدا را بیاری گرفته بودیم و توانستیم حرف بزنیم. ناگهان مثل دستیابی به سلاحی بود که اگر درست عمل میکردیم میتوانست از ثمرات عالی پر باشد. در گدانسک کارگرانی که به اعتصاب در داخل کشتی سازی باقی مانده بودند پاداش خود را گرفتند. 15,000 تن دیگر از کارگران نیز به اعتصاب پیوستند و اعتصاب به شهرهای دیگر هم سرایت کرد. کمیته اعتصابی کارخانه ها به انتظار پاسخ 21 شرط پیشنهادی ماند و در این حال کارخانه های بیشتری به اعتصاب پیوستند و به تدریج موفق به نفوذ در سیستمی شدند که هرگز اجازه وجود قدرتی خارج از حزب کمونیست را نداده بود. کارگران در همه جا به شیوه اعتصابیون گدانسک با ماندن در محل کار خود خطر سرکوبی را تنزل دادند. ما از خارج شدن از محبت خودداری میکردیم، زیرا در آن صورت دولت میتوانست ایجاد درگیری کرده و سپس پلیس و آرتش را نیز وارد میدان کند. بنابراین ما از این مسئله پرهیز میکردیم. ما همچنین از شیوه های مبارزه گاندی و مارتین لوترکینگ نیز آگاه بودیم که چگونه مردم آنها با پیروی از مبارزه بدون خشونت پیروز شدند. اعتصاب وارد دومین هفته گشت. اعتصابیون دست به چاپ یک بولتن روزانه به نام همبستگی زدند و خود را آماده یک مبارزه طولانی ساختند. می شود گفت که در داخل کشتی سازی دولت دومی به وجود آمده بود و ما درباره‌اش به مزاح می پرداختیم. ما وزیر ارتباطات داشتیم، وزیر رفاه و دستمزد که پول جمع می کرد، خزانه داری که پولهای دریافتی از کارخانه های به ما پیوسته را جمع آوری می کرد، وزیر حفاظت که مسئول مراقبت از ورودی و نرده ها و امور دفاعی بود و بالاخره مسئول خوراک و تغذیه. همه چیز مثل ساعت کار میکرد، مثل یک ساعت سوئیسی. صبر و شکیبایی به آنها نیرو بخشید. روز نهم کمیته اعتصابی کارخانه ها به نمایندگی از جانب 500,000 کارگران 370 کارخانه در هر صنعت و گوشه لهستان وارد عمل گرد. نمایندگان مذاکره کننده از جانب دولت وارد شدند و به نظر رسید که بن‌بست به پایان رسیده است. یوژی کلوژیسکی، استاندار گدانسک، نیز از مذاکره کنندگان بود. بعضی ها شادی می کردند که مسئولان آمده بودند. استاندار وارد کشتی سازی می شد و مذاکرات آغاز می گردید. بعضی هم ناسزاگویی و هو می کردند و به من بد و بیراه می گفتند. من شکی نداشتم که نقش یک گوسفند قربانی را ایفا می‌کردم. کارگران اصرار کردند که مذاکرات باید از بلندگوهای کشتی سازی پخش شود و رسانه‌های لهستان باید مجاز به گزارش اعتصاب و مذاکرات باشند. دولت پس از 10 روز بن‌بست به پای میز معامله آمد. اینها همه نتیجه معکوس بخشید. اعتصابیون این 10 روز را به تقویت سازماندهی و تقویت کمیته اعتصابی کارخانجات پرداختند و به مردم قبولاندند که بدون مذاکره با کمیته اعتصابی پایان درگیری غیر ممکن است. میچسلاو یگالسکی، نخستین معاون نخست وزیر لهستان، با لخ ولسا، کارگر 37 ساله روبرو شد. یگالسکی به دوربین و میکروفون عادت داشت و ولسا کارگر ساده‌ای بود که به قول خود قلبش را دنبال می‌کرد.
رژیم اعتصابیون را خائن خوانده بود، ولی اکنون معاون نخست وزیر را برای گفتگو با آنها فرستاده بود. کمیته اعتصابیون با علم به اینکه در صورت فشار زیاد بازی را خواهد باخت، احتیاط را رعایت می‌کرد، زیرا دخالت نظامی شوروی یک احتمال جدی به شمار می‌رفت. نمایندگان کارگران ابداً عجله‌ای نداشتند و کلمه به کلمه و با دقت بر سر شرط اتحادیه‌های مستقل تأمل می‌کردند و اشتیاق نمایندگان دولت را برای پرداختن به مسئله بعدی پس می‌زدند. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy, sobota jest, niedziela, jeszcze przepracujemy, zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. Taktyki اعتصابیون این بود که ما باید موافقت برای اتحادیه‌های آزاد را به دست آوریم. بقیه درست می‌شود. والسا گفت: آقای نخست وزیر، اجازه بدهید به جزئیات نپردازیم. اصل این است که ما باید حق اتحادیه آزاد را کسب کنیم. در طول دو هفته گفتگو والسا مرتباً به هم رزمانش گزارش می‌داد. وی رضایت اتحادیه‌ها را با چنان روشنی و صراحتی جلب کرده بود که سابقه نداشت. و همبستگی کارگران نیز با رقابتشان از میان نرفته بود. هیچ اعتصابی پیش از آن چنین مصمم به اجرا در نیامده بود. با چنین اتحاد و اراده برای پیروزی و با اعتقاد به پایان مذاکرات به عنوان یک پیروز، این نه تنها اعتقاد کمیته اعتصابی کارخانجات بود، بلکه اطمینان تمامی کارگران و هزاران تن مردمی که کشتی سازی را احاطه کرده بودند نیز به شمار می رفت و این باعث آرامش همه شد. در مورد من که اینطور. کارخانجات تعطیل شده به نفع اعتصابیون به مشکلات اضافه کرد. در گدانسک ماشینالات گرانبها و کشتی‌های ناتمام به گروگان گرفته شدند و رژیم که با ناامیدی هرچه بیشتر به دنبال برقراری دوباره تولید بود، به تدریج به سازش رضایت داد. یک شنبه 31 اوت یک موافقت نامه آماده امضا بود. آنها به کسب اضافه حقوق، 5 روز کار هفتگی، مطبوعات بدون سانسور، اتحادیه های آزاد و حق اعتصاب موفق شده بودند. پس از امضای توافق ما دریافتیم که این تازه مرحله اول بود و مسابقه علیه زمان برای ما آغاز شده و مبارزه هوشیارانه و تاکتیکی با حزب و قدرتمندان نیز برای ما آغاز گردیده بود، زیرا دیگر ثابت شده بود که آنها قرارداد را امضا کردند، ولی بلافاصله در صدد نقض آن بود. مبارزه علیه زمان با آغاز سفر والسا و والنتینوویچ به سراسر کشور برای جشن پیروزی و جلب اعضای جدید و همچنین ایجاد صدها اتحادیه های محلی آغاز شده بود. ظرف 4 ماه اعضای همبستگی به 10 میلیون تن افزایش شد و سازمان همبستگی که به وضوح نگران رفاه کارگران لهستان بود
نمیتوانست از این حقیقت آشکار اجتناب کند که موجودیتش برتری حزب کمونیست را به چالش میکند. از همون ابتدا من احساس میکردم که طرف مقابل خود را آماده ضربه زدن به ما کرده است. ولی وقتی آنها آماده غلبه به هزار تشکیلات ما شدند، تعداد 10,000 سازمان را مقابل خود یافتند. و وقتی قصد صدمه زدن به 10,000 سازمان ما را داشتند، تعداد تشکیلات همبستگی به 10,000,000 رسید. سازمان همبستگی باید چنان به سرعت توسعه یافته و قدرتمند می شد که در صورت واکنش اجتناب ناپذیر سیاسی از بین نمی رفت. و آلان اتحادیه ها مورد آزار واقع می شدند و نشریاتشان سانسور و دفاترشان مورد تجاوز واقع می شد و کارگران وادار به کار کردن در تعطیلات آخر هفته شده بودند. ولی سازمان همبستگی به مبارزه ادامه داد. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Wszystkich tych ludzi. O, nie dam rady. No, nie tak może trudno. Niekulturalnie tego nie można. یک سال پس از تشکیل اتحادیه، لخبلسا دوباره به ریاست اتحادیه برگزیده شد. ولی ساختار باز و دموکراتیک همبستگی آن را نسبت به افراطی‌های درون خود و نفوذ دشمن نیز آسیب‌پذیر ساخته بود. مامورانی بودند که آتشبیار معرکه بودند. الان هم هستند. تشویق می‌کردند که 100 و یا 200,000 نفر در ورشو دست به تظاهرات بزنند. دست در دست با آنها بجنگید. مسلم بود در آن صورت یا باید دولت قدرت را رها کرده راه غیر ممکن دموکراسی را می رفت و یا تانک ها را به مقابل ما فرستاد و روانه زندان ما می کرد. با نگاه کردن به تجربه لهستان به مقطعی از جنبش لهستان می رسیم که حکومت کمونیستی دست به کودتای نظامی میزنه و خشونت ورزی بالا میره. در این مرحله است که رهبران جنبش لهستان به درستی کنترل میکنند و انضباط مبارزه بی خشونت رو حفظ میکنند و در شرایط سرکوب و خفقان بیشتر راه رو ادامه میدن. به همین دلیل حفظ انضباط مبارزات بی خشونت و در نقلتیدن به خشونت ورزی متقابل یکی از اصول اساسی است که باید به شدت در مورد اون حساس بود و در برنامه ریزی منظور کرد. سوال در این خصوص هم، یعنی آیا مقاومت مدنی تدارک کافی برای حفظ انضباط در مبارزه بی خشونت را فراهم کرده است، میشکنه به 5 سوال که در واقع با پاسخ دادن به اونها در برنامه ریزی میتونیم این بخش رو هم مطمئن باشیم که انجام دادیم. در واقع اگر تدارک کافی رو کرده، این تدارک باید که ما اتحاد رو محکمتر بکنه، مشارکت مدنی رو حد اکثر بکنه و جدا شدن از حکومت رو شتاب ببخشه. و اگر تدارک کافی نکرده باشه، روش‌های خشونتبار و بی‌خشونت با هم مخلوط میشن و احتمال پیروزی به طرز آشکاری کاهش می‌یابد و حمایت بیرونی از مبارزه رو هم کم میکنه. در جلسه آینده باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت، به خصوص در ارتباط با بخش‌های دیگر برنامه ریزی. به پایان این درس از سلسله درس‌های مقاومت مدنی می‌رسیم. تا جلسه آینده، یعنی جلسه پنجم، خدا نگهدار.